در حالی که طی حدود یک هفته درگیری مسلحانه در شمال غربی پاکستان 49 نفر شهید و بیش از 170 مجروح بر جا گذاشته است، گروه‌های شیعه پاکستانی می‌گویند گروه‌های سنی تندرو و عوامل وابسته به وهابیون عامل این وقایع‌اند. شروع درگیری خونین در منطقه پاراچنار زمانی رخ داد که یک خانواده از سنی‌های تندروی وابسته به عوامل وهابی ساکن منطقه بوشهر اقدام به غصب زمین مربوط به یک خانواده شیعه اهل منطقه مالی خیل نمود. این اقدام منجر به درگیری بین دو طرف شد، اما بلافاصله با تشکیل گروه‌های از سوی طرفین درگیری‌ها متوقف گردید و آتش‌بس تا 16 محرم الحرام ادامه داشت. اما سنی‌های تندروی وابسته به عوامل وهابی فردای آن روز هجوم خود را برای غصب مجدد زمین ذکر شده آغاز نمودند که این موضوع به درگیری بیشتر بین دو طرف انجامید. پس از آن در ادامه این ماجراها متاسفانه روستاهای اهل تسنن نشین منطقه با روستاهای شیعه نشین منطقه وارد درگیری شده و بلافاصله جنگ به اطراف پاراچنار تا دوردست‌ها گسترش یافت. در میان اقدامات تحریک آمیز سنی‌های تندرو و عوامل وهابی و توصیه آنان به اهل تسنن منطقه مبنی بر قتل عام شیعیان در گسترش دامنه درگیری‌ها مؤثر بوده است و همین نکته نشان از وجود یک برنامه از پیش تعیین شده برای ایجاد جنگ تمام عیار در پاراچنار به بهانه درگیری بر سر یک زمین بوده است. به گفته منابع محلی شهر پاراچنار، این شهر شیعه نشین در این مدت هدف گلوله‌های توپ و خمپاره قرار گرفته و سنی‌های تندرو در سایر مناطق پیرامون پاراچنار هم از این سلاح‌ها با مهارت بالا استفاده کردند. منابع محلی پاراچنار نیروهای ارتش پاکستان را از یک سو و نیروهای طالبان افغانستان را از سوی دیگر متهمان اصلی جنگ پاراچنار می‌دانند. منابع محلی پاراچنار در این گزارش تاکید کردند راه‌های منتهی به پاراچنار بسته شده و دسترسی به دارو و امکانات درمانی در این منطقه بسیار محدود و در مواردی غیر ممکن می باشد. اینترنت هم در پاراچنار قطع شده و احتمال ایجاد مشکلاتی در تأمین مواد غذایی برای مردم پاراچنار در روزهای آینده وجود دارد. از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا لطفاً در رابطه با ریشه ها و دلیل این جریان در پاراچنار و اتفاقهایی که تا کنون رخ داده توضیح بفرمایید. بله، سپاسگزارم از شما همکارانم. بعد سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه مصنل اسلام. خب علی‌رغم گذشت 2 دهه از تحولات شهر پاراچنار و تداوم کشتار ساکنان مظلوم شیعه به بخصوص تصرف اراضی و یا مناظرات بر سر زمین‌های کشاورزی، ما همچنان شاهد عرض اقدام نیروهای سنی تندرو و وهابی در این منطقه هستیم. علی‌رغم اینکه دستگاه امنیتی اطلاعاتی پاکستان از 0 تا 100 داستان غم‌انگیز ساکنان پاراچنار باخبر هستند و حتی نسبت به عوامل تحریک کننده این جنگ از سوی تروریست خارج از مرزهای پاکستان، یعنی منظور بنده از خاک افغانستان هست که این روزا شاهد همدستی نیروهای تروریستی سلفی وهابی از خاک افغانستان با قاتلان شیعیان پاراچنار هستیم، که این بندگان خدا در این منطقه بجز این که خودشون برای نجات از ناموس و مقدسات پا به میدان گذاشت و در سنگرهایی که عملا در حومه مناطق روستایی و شهری درست کردن، هیچ همیاری و مشارکت از توی دستگاه های امنیتی پیرامون شهر پاراچنار یا مسئولان ایالتی دیده نمیشه. متاسفانه رهبران ارشد سیاسی و نظامی امنیتی پاکستان هیچ واکنشی نسبت به کشتارهای اخیر در پاراچنار که هر 1 ماه یا 2 ماه یا 3 ماه ما شاهد اون هستیم از خودش واکنش نشون نداده و این نشان میده که این ماجرا
و این اقدامات ددمناشانه علیه شیعیان از سوی این سنی های افراطی ادامه خواهد داشت. کما اینکه ما مشاهده کردیم بارها بر سر منازعات ارضی توافقاتی شده بود، آتش‌بس‌های انجام شده بود که طرف‌های شیعه با آن همیشه متحد بودن، اما متاسفانه سنی‌های افراطی و تندرو و عوامل وهابی به بهانه گرفتن این اراضی و این زمین‌های که به صورت غیر قانونی از سوی این سنی‌ها تصرف هم شده بود، دست به اقدامات تحریک‌آمیز و سوء استفاده مذهبی زده و به همین بهانه دست به قتل عام شیعیان مظلوم پارچنار می‌زنند. بله، با تشکر از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.